مسئله شروع کردن یا انگیزه شروع کردن این سابقه زعیم بود که حدود 6 هفته قبل به آقای عباس تدریسی اعلام کردن از طرف استاد نبرده کاسل که ایشون به سفارتخانه جمهوری اسلامی باید بره پاس ایرانیش تهیه کنه، چون که اونا تصمیم گرفتن که اونو بیرون باز گردانن. لازم به یادآوری است که آقای عباس تدریسی حدود 8 سال که در شهر کاسره آلمان زندگی میکنه، تقاضای پناهندگی سیاسی کرده ولی از طریق دادگاه آلمان برای چندمین بار این تقاضا رو رد کردن و تصمیم به فرستادنش به ایران داشتن. به همین خاطر جمعی از فعالین سیاسی شهر کاسل تصمیم گرفتن وضعیت آقای عباس تدریسی و کسانی که همچین پناهندگان ایرانی که همچین وضعیتی دارن برسه مسائل سیاسی روز بیارن و یک حرکت سیاسی مانه از مسئله پس فرستادن آقای تدریسی به ایران شوند و وضعیت بقیه پناهندگان را نیز روشن نمایند. و همین خاطر یک زنجیره از فعالیت های سیاسی در شهر کاسل علیه این مسئله و وضعیت کلیه پناهندگان سیاسی شروع شد که میزای اطلاعاتی و جلسات سیاسی متعدد و سرزدن به حیمای پناهندگی در شهر کاسل بخش کوچکی از آن بود. و بعدا به این نتیجه رسیدیم که در حمایت از آقای تدریسی و هادی افراسیابی و خانم دیگه که زهرا اسمشونه، با توافق با همین اشخاص به یک اعصاب غذا در جلوه شهرداری کاسل دست بزنیم که این اعصاب غذا از تاریخ 29 شروع شده و الان امروز 10 روز خود را داره ادامه میده. ما در کنار این اعصاب غذا سیاسی علیه تصمیمی که دادگاه آلمان گرفته در مورد پناهندگان ایرانی، مجموعی از فعالیت های سیاسی علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی را نیز سازمان دادیم که شامل افشاگری در مورد مسائل سنگباران و وضعیت زنان بخصوص در ایران، وضعیت زندانیان سیاسی در ایران، وضعیت کسانی که در اعتراض به جمهوری اسلامی در چالای جمهوری اسلامی در اعتصاب غذا به سر میبرند و مجموعه اقدامات دیگه که تا به حال پیش رفته است. من 7 ساله در آلمان هستم، 3 بار اعلام پناهندگی کردم و رد شده متاسفانه، و با تمام فعالیت هایی که با تشکیلات مختلف داشتم، با تمام فعالیت هایی که بر علیه دولت جمهوری اسلامی داشتم، اعلام پناهندگی هایی که بنده به دولت آلمان کردم رد شده و به این دلیل اونا از من میخوان که به سفارت ایران برم، پاس ایرانی بگیرم تا اونا من رو به ایران برگردونن و من اعلام میکنن که برای شما هیچ مشکلی پیش نمیاد و میتونید به ایران برگردید. و من زمانی که توی اداره خارجه بودم به اون خانومی که مسئول من بود گفتم شما این رو گارانتی میکنید که من به ایران برگردم برای مشکلی پیش نمیاد؟ گفتش نه، ما نمیتونیم گارانتی کنیم ولی شما باید به ایران برگردید. بله، شما قبلا در ایران علیه رژیم جمهوری اسلامی فعالیت سیاسی داشتین و در 8 سال اخیر در شهر کاسل و در آلمان علیه رژیم جمهوری اسلامی جنایتکاری هاش هم فعالیت سیاسی داشتین. میتونی جنبه هایی از این فعالیت سیاسی تونو اینجا بازگو فرمایید؟ بله، من تا ایران هم که دانشجو بودم، تو دوران دانشجویی با سیاست هایی که در ایران پیش میرفت، با جریاناتی که تو ایران بود مخالف بودم و در این 7 سالی هم که در آلمان هستم با از شرایطی که در ایران هست اصلا راضی نیستم. برای تغییر این شرایط مبارزه میکنم و دوست دارم انسانهایی که تو ایران هستن به آزادی برسن. دوست دارم که تو ایران آزادی انسانها بتونن حرفشون رو بزنن، به خواستهاشون برسن، زنها آزاد باشن، انسانها برابر باشن، اعدام نباشه، شکنجه نباشه، تجاوز نباشه. همه هر انسانی به خاطر اینکه انسان است، به دلیل اینکه انسان هست، به عنوان یک انسان بهش اهمیت بدن و همه انسان‌ها را جدا از اینکه چه ملیتی دارن، چه مذهبی دارن، چه نظراتی دارن، چه به چی اعتقاد دارن و چیزی اعتقاد ندارن رو به عنوان انسان به رسمیت بشناسن. از سابقه غذای شما تونسته بخشی از خاصه هاتون به دولت آلمان یا به دادگاه آلمان تحمیل کنه تا حالا؟
متاسفانه ما از طرف دولت آلمان و شهردار شهر کاسل و یا کسانی که در این زمینه مسئول هستن هنوز جوابی نگرفتیم، ولی خوشبختانه باید این رو اعلام کنم که ما از طرف ایرانی های شهر کاسل، از طرف آلمانی ها، از طرف شهروندان شهر کاسل حمایت خوبی گرفتیم. همچنین دانشجویان دانشگاه کاسل هم خیلی در این زمینه به ما کمک های فراوانی کردن. من هادی هستم، مدت 8 ساله که تو آلمانم و جواب رد برام اومده و دولت آلمان تو برگم نوشته که باید شما از خاک آلمان رو ترک کنید. میتونید یه سری از مشکلات خودتون توش زندگی پناهندگی برای بینندگان ما بگین؟ مشکلات خب مسلماً با اینه که اجازه کار نداریم، حقوق کم، پولی که به ما میدن کافی نیست، این بزرگترین مشکلات همونه دیگه. بعد سابقه غذایی که داشتین تونستین تا حالا دستاوردهای داشته باشین، تونستین که مقامات مربوطه دادگاه یا شهرداری آلمان رو تحت فشار قرار بدهین یا نه؟ به طور کامل نه، ولی خب از طرف شهردار شخصی اومده به شکل واسطه، هنوز جواب مفیدی به ما ندادن. نه. تصمیم دارین که مبارزتون رو داخل ادامه بدین؟ بله، ما دوباره ده روز تا حالا ده روز ادامه دادیم و تا پنجم ماه اکتبر بازم ما ادامه میدیم اعتصاب قضا رو. با تشکر از رفیق هادیم. زهرا هستم، مدت 7 ساله با همسر و بچه‌ام در کشور آلمان زندگی میکنیم و از 7 سال پیش من به همراه بچه‌ام وارد آلمان شدم، درخواست پناهندگی دادم. درخواست پناهندگیم به این دلیل بوده که در ایران فعال سیاسی بودم، تجربه زندان و شکنجه رو دارم و در شرایطی که 7 سال پیش برامون پیش اومد مجبور شدم ایران رو به همراه بچه‌ام ترک کنم و به کشور آلمان بیام. درخواست پناهندگی دادم، تا 4 سال حاضر به قبول کردن درخواست پناهندگی من نبودن. علتش این بود که میگفتن شما یک فامیل میگید هستیم و ما قبول نداریم که همسرتون، همسر شما و پدر فرزندان شما باشن. ما بالاخره مجبور شدیم تست انجام بدیم و مشخص شد که بالاخره بچه ها بچه ما هستن و ما هم زن و شوهر هستیم. از 3 سال پیش تا حالا برای ما یه نامه فرستادن، گفتن که برید پاس ایرانی بگیرید و ما براتون ویزا میذاریم که ما در طول این 3 سال میجنگیم که پاس ایرانی رو نگیریم. اگر که بخوایم پاس ایرانی رو بگیریم، واقعیت اینه که ما سرخم کردیم جلو دولت ایران، کسایی رو که شکنجمون دادن خم شدیم، دستشون رو بوسیدیم، قبولشون کردیم، قبولشون داشتیم و من و بچه‌ام حاضر به انجام این همچین کاری نیستیم. در عرض این 7 سال خوب زندگی کردیم، بچه‌هام تلاش کردن برای پیشرفت، خودم کار میکنم، حقوق نمیگیرم به دلیل اینکه اجازه کار ندارم، پس بنابراین به خاطر قلب خودم، به خاطر احساسات خودم کار میکنم ولی پول دریافت نمیکنم. دخترم دانشجوه، دو تا رشته رو داره با هم میخونه، پسرم یه ورزشکار خوبه تو کشور آلمان. با توجه به اینکه اجازه نداشتم کلاس زبان آلمانی برم، سعی کردم یاد گرفتم و به خانم هایی که به اصطلاح کاملا با زبان آلمانی ناآشنا هستن آلمانی درس میدم و در کنارش یک کلاس زبان فارسی هم دارم. از پریروز حالم خیلی بد شد، معده درد و سردرد و گیج بودم، بعد احساس کردم یه ذره بهتر شدم، ولی دیروز باز متوجه شدم نه، اصلا حالم خوب نیست. بالاخره بچه ها آمبولانس رو خبر دادن، بلند شدیم اومدیم بیمارستان. اینجا هم حاضر به خوردن غذا نشدم، فعلا دو تا سرم گرفتم و آب میخورم، چایی. تونستم بعد از 10 روز حمام کنم. از نظر روحی اینجا بهترم، ولی میدونم فردا باز باید برگردم برم تو چادر پیش بقیه بچه ها.
خب مسلمه وقتی کسی 10 روز غذا نمیخوره طبیعتا ضعیف میشه، بدن احتیاج به غذا داره، ولی به خاطر اهدافمون مقاومت میکنیم و ادامه میدیم. ضعیف بشیم، لاغر بشیم، مسئله نیست. من حمایت میکنم از این حرکتی که مادرم و اون دو دوستمون انجام دادن اینجا که هونگرشتراک دارن، غذا نمیخورن، تعصب غذا هست، برای اینکه هیچ کدوم از ما وجود جمهوری اسلامی، جمهوری دیکتاتوری اسلامی ایران رو قبول نداریم. اگر ما بخوایم بریم به سفارت ایران، یعنی به این حکومت دیکتاتوری ایران جواب بله دادیم و ما این حکومت رو هیچ وقت تایید نخواهیم کرد، نه الان و نه هیچ وقت دیگه. مرگ بر جمهوری اسلامی.